نقش بر لوح قدر گردید ز امر کردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ناطق قرآن اسطی انسان، آیت یزدان علی، روزه رزوان مایه غفران، لؤلؤ مرجان علی. اصل امامت نور ولایت، لب عدالت علی. نازنین عباس دنبال شد در خواهی رو خدا بسنو. آفری ماجبین شم پر در خواهی خداریش بسنو. شاکره زاهدی. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام خدمت عزیزایی که ما را همه وقت از چینل کابل خوشحال بیننده هستین. امید است در هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین. بیننده های عزیز، امروز روز میلاد مولای متقیان علی علیه السلام، روز پدر را به تمام پدران گرامی تبریک عرض میکنیم. امروز پنجشنبه 25 جنوری 2024، پنجمی برج دلو، یعنی پنجمی برج 11، همینجا در حسینیه عمومی قوما دوستا روز پدر را گرامی داشت دارن. دیگه امروز هوا ابری است ولی بارش نیسته. ما را بیننده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. أبان از ولادت تا بعثت، در این دوران ولادت در درون کعبه و تربیت در دامان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد. دوم از بعثت تا هجرت، از بعثت تا هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در این دوران نیز عناوین همچون اول مسلمان بودن علی علیه السلام، و یعنی علی علیه السلام اولین فردی است که در بعثت نبی اکرم به دین اسلام گرویده است. داستان یوم الدار و همچنین موضوع لیلة المبید مورد بحث قرار می گیرند. سوم از هجرت تا رحلت رسول خدا، در این دوران عقد اخوت میان رسول اکرم و امیر المؤمنین علی علیه السلام برقرار شد. با آن حضرت در بیشتر جنگ های آن زمان شرکت داشتند و همچنین با حضرت زهرا سلام الله علیها نیز حضرت علی ازدواج نمود. و در قدیر خون به عنوان خلیفه بعد از پیامبر معرفی شدند. چهارم از رهرت رسول اکرم تا خلافت و تشکیل سقیفه بنی ساعده و کنار زدن امیرالمؤمنین از خلافت مهمترین واقعه این دوران است. پنجم از خلافت تا شهادت. در زمان خلافت آن حضرت سه جنگ، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان بر آن حضرت تحمیل شد که تا آخر حضرت علی علیه السلام نیز از دست یکی از خوارج به شهادت رسید. امام اول ما آمده است به دنیا، امام دوم ما آمده خدا میاد دوباره روز جشن گل و ستاره. چه روز خوب و شادی و چه صفایی داره. روز پدر رسیده شاد میشه بابای من، برای او میخرم یک شاخ گل یک پیرهن. بگم مبارک باشه روز پدر بابا جان، الهی زنده باشی پدر مهربان.
اجماع سلامت تفسیر نمی شد لغتی همچو شجاعت گر نامده و شعر خدا حضرت مولا او یار پیامبر بود و غمخوار رسالت کو جان عزیزش و کفش بود به هر جا از نور وجودش همه عالم شده پرنور از جام وجودش همه سرمست صحبا از نسل بنی هاشم و سرفصل اعدا از مادر و از باب برد ارث هاشم زرقام صفت شیر خدا حضرت مولا در ماه فروزان دیده به جهان گشوده است آن نادر فرزند ابی طالب و بطه ناطق قرآن اسره انسان آیت یزدان علی روزه رزوان مایه غفران لؤلؤ مرجان علی اصل امامت نور ولایت لب عدالت علی کان سخاوت کنز شجاعت باب شفاعت علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی ساقی کوثر فاتح خیبر حیدر و صفدر علی میر غضنفر روح مظفر عزم مصور علی سرور بطحا یاور طاها همسر زهرا علی روح تبلا سید و مولا به ما سبلا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی با سعادت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و روز پدر هست از خداوند عالم استدامند پدرانی که در قید حیاتند و سالهای سال برای ما و شما زنده نگه دارد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین خاتم السفراء والمقربین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين كعب آن شب غرق در نور روزه خدا بود آسمان کعبه گویی مظهری صدها
عطر جان بخشی بهشتی در فضای کعبه پیچی تا که میلاد سعید مرتضی فخری بشر شد. دیدم در همان دم علی وارد شد، چهره رسول خدا را نگاه کردم و شاد شد. عرض کردم یا رسول الله اتحب هذا، اونقدر دوست داره علی را، به مجرد ورود علی توی جلسه دیدم که چهره تو بشاش شد، خوشحال شدی. آیا علی را اینقدر دوست داری؟ بعد پیامبر اکرم فرمود والله الله اشد حبا له. ای عمو، به خدا قسم، به اون خدایی که جان محمد در دست اوست قسم یاد میکنم که خدای عالم بیشتر از همه کسان عالم علی را دوست دارد، خدا علی را دوست دارد. بعد فرمود عمو جان، ان الله جعل ذریه كل نبی في صلبه. خدای عالم ذریه هر نبی را در صلب خودش، در نسل خودش قرار داده است. نسل ابراهیم پیامبر باید ازش اسماعیل و اسحاق آمده است، نسل یعقوب ازش یوسف آمده است. پس عمو جان، خدا چقدر علی را دوست دارد که چی؟ جعل ذریت فی صلب علی ابن ابی طالب، جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. پس اینجا مشخص میشد عمو جان، خدا اونقدر علی را دوست دارد که ذریه مرا، نسل مرا، اوصیای مرا در نسل علی قرار داده است. روزها شب گشت و شبها روز از امری احد تا که آمد روز فتح خانه فرد صمد. زائر بیتی احد شد فاطمه بنت اسد، دیده گیریان سینه سوزان خواست از خالق مدد. تا گره از مشکل او از عنایت بگسلد، زان که بود از باردار درد او بیرون زهد. نقش بر لوح قدر گردید ز امر کردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. گفت یا رب یارم کن باردارم، باردار بار بردار از سر دوشم جستم بیقرار. ناگهان آمد به گوشش امدا از کردگار، غم خور یا فاطمه هستم تو را من غم گسار. چون تو هستی در حریم خانه من پرده دار، پرده یک سوزن قدم در خانه یارت گذار. تا بماند از تو در قاموس هستی یادگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نازنین عباس دنبال شد و تفای رو خود بسنو. آفری ماجبین شم پر در خواهی خداریش بسنم. شاکره زاهدی، زینب محمد علی، راضیه ایوز علی قدی، رفیقای رویه
نیلوفر احسان رویای امان با غروب خود، زهرای رمضان، فایزه هاشمی، حسنا، پریسا، مهدیه زاییدیه، فاطمه به حق فاطمه، حسین به حق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، اللهم اغفر ذنوبنا وعد ديوننا، اللهم اغفر والدينا ولمن وجب حقه علينا، اللهم أيد إمام زماننا عجل في فرجه وظهوره، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. پروردگار یا الله حوائج همه مؤمنین، حوائج این جمع برآورده با خیر بفرما، سفر مسافرین همه مؤمنین، سفر مسافرین این جمع در هر جای عالم که هستن بی خطر بفرما. پروردگار یا الله مریض و مریضه هر کجا هستن، مریضای منظورین، مریضای این منطقه و دیار، به آبروی زهرا شفا عنایت بفرما. بیننده عزیز تشکر از اینکه با حوصله‌مندی تا اینجا ما را بیننده بودید. خدا حافظ و نگهدار همه شما.